سلام به کلاس سی قدم تا دستگاری خیلی خوش اومدین. شبتون به خیر باشه. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. دانش آموزایی که الان سر این کلاس هستن با یه هدف خیلی ویژه مسلما سر این کلاسن. چرا؟ به خاطر اینکه تا الان شکسته بسته درس خوندن یا کامل فرقی نمیکنه، ولی به هر حال الان اینجا تا بدونن چطور میتونن جمع بندی کنن، چطور میتونن آرامش خودشون رو حفظ کنن، چطور میتونن یک عالمه کاری که از خیلی مدت ها پیش روشون نشونه منظم و مرتب کنن و پیش برن. پس با من همراه باشین تا بدون یاد بدم چطوری میتونیم توی 30 قدم به رستگاری برسیم. 30 قدم چیه؟ 1 ماه باقی مونده تا کنکور. 30 تا مرحله بهتون معرفی میکنم تا به رستگاری برسیم. حالا میخوایم چطور باز کنیم؟ سلام به روی ماه همگی، خیلی خوش اومدیم به کلاس. خوب به صحبت ها گوش بدیم تا ببینیم که چطور میتونیم توی این مدت باقی مونده به موفقیتی که مد نظر همه هست برسیم. حالا هر کسی تو ذهنش یک مدل موفقیت داره، تو ذهنش یک مدل هدف گذاری داره. این که هدف گذاری به چه صورته، به چه شکلی، با هم دیگه فرق میکنه. فقط باشه. حله، الان حل صدای من دارین انشاءالله. خوبه صدا؟ سلام سلام، خیلی خوب خیلی خوب. الان دیگه صدا خوب باشه دیگه. خوب خوبه. یک بار دیگه میگم، تا الان هر کاری کردین خوب، حالا از این به بعد میخوام جمعش کنیم. ببین یه چیزی بهت بگم، یه جمله خیلی قشنگ وجود داره. چی؟ اینکه چطور شروع کردی؟ هر رشته‌ای هستی بمون، هر رشته‌ای هستی بمون، و اینکه بمون اوکی، یه همه چی بمون. این کارتون دارم مثلا امروز امشب کلا عمومی صحبت میکنم، بمونید. و اینکه مهم نیستش که چطور شروع کردی. آخه مدالو به کسی که خوب شروع کرده باشه نمیدن، مدالو به کسی که خوب تموم کرده میدن. خیلی واضحه اینکه یه نفر سطحی میگیم گربه شور کردن جمعش کنه فقط بره میخواد یه چیزی به پروندهشو ببند و بذار کنم فقط بگیم من تمامش کردم، این خیلی وحشتناکه. بیا با هم یاد بگیریم چطوری در 30 قدم به رستگاری برسی. پایه ای؟ ببین امشب خیلی باهات کار دارم، چون انقدر بچه داریم که داره میخوره به در و دیوار. چرا؟ به چند علت. یه چیزی که واضح اینه که بعد از اینکه کارگاه های من تموم میشه، خب خیلی لطف دارین، خب بالاخره عکساش میرسه دیگه، خانم میداری عکس فلان مثلا از کارگاه، مثلا کارگاه سری پیش بود که کوچکترین داوطلب رو داشتیم، یه خواهرزاده برادرزاده که از بچه ها بود. خوشحالم که با خانوادتون میبینین، اما لطفا این کارگاه رو با خانوادتون ببینید، با پدر و مادرتون، چون که عوامل خیلی زیادی مثل خانواده، مثل دوستا، مثل مدرسه توی موفقیت شما دخیل هستن. حالا کلاس و مدرسه و مشاور بکنار که حالا ما توی این موقعیت هستیم دیگه، اینا رو داریم ساپورت میکنیم بکنار، اما الان خانواده که میتونن این فیلم رو ببینن، این کلاس رو ببینن، خیلی میتونن بهمون کمک کنن توی هدف گذاری شما، توی پیش برد هدفتون. پس لطفا حالا که این شرط وجود داره لطفا ببینید با هم دیگه. خب بیان اینجا، حالا میخوایم چی کار کنیم؟ من پریناز هیدری هم، روانشناس بالینی و مشاور تحصیلی، و من میشناسین. امشب توی این کار داریم که چی کار کنیم، بهت آموزش بدم چطور این همه کار انبار شده رو و افکار مزاحم مدیریت کنی، چطور جلوی من نمیتونم ها و تو نمیتونی ها دیدی سنجش زدی، وای که این اتفاق افتاده، بهت گفتن که نگاه کن تو هیچی نمیشی اگه قراره که نه تو قراره که این وضع داشته باشی، اگه قراره با این وضع آزمون بدی آخرش هیچی نمیشی، تو آخرش هیچی نمیشی ها. جلوی عزیزم اشکال نداره ها، چقدر پیغام داشتیم که خانم داری چرا اینقدر سخت میگیری؟ سخت نگیرم یعنی دانش آموز کنکوری که 1 ماه دیگه کنکورشه، الان وقت عزیزم قربونت برمه؟ الان وقت اینه که
اگه هیچ کار نکردی اشکال نداره نه عزیزم، ما از این خبرها نداریم. اگه قراره که اینقدر به خود سخت نگیری، برو از هم یادم ببوس کنکورت بذار کنار، جلو اینها بیستی. فقط رفیق جان یک کاری کن، این راهی که شروعش کردیم رو بیا تمومش کنیم. جا نزن که بگی شالا 1401 حلوا خیرات نمی کنن. هر چیزی که الان هستی صد برابر بتر 1401 هم میمونی. چرا؟ چون هدف نداری. آدمی که هدف نداره فرقی نمی کنه اینجا باشه 1401، هدف اصل ماجراست. خب پس این 1400 باشه 1401 هم هست. اینو میخوایم امشب تکلیفش رو با هم دیگه مشخص کنیم که چرا اینقدر گیج میزنی تو. بیا اینجا. پس یادت باشه واسه چی شروع کرده بودی لعنتی. خب واسه هر چی که شروع کرده بودی الانم باید تمومش کنی. حله؟ اگه حله بنویس. حله که بنویس واسه اینها. خب بریم اینجا بچه ها. سوال های نامربوط در مورد 1401. الان ما 1401 نیستیم، من 1400یم. بیا اینجا. اگه حله، به به، عالی عالی، دم همه شما گرم، به به، پر انرژی های من عالی. پس بریم واسه اسلاید بعدی. بهت گفتم چی؟ مرسی. چطور ببندیم لطفا؟ طبق معمول گفتم بهت که خیلی باهات کار دارم. حله، بیا اینجا. میخوام از چی شروع کنم؟ از 30 قدم تا رستگاری. من میخوام مرحله. خوب گوش بده. ببین چرا میخوام که شیشتون که حواست به من باشه به هیچ چیز دیگه غیر از من توجه کنی بر تو حرامه. دارم بهت میگم. از اولم گفتم آدم اینطوری هم، یعنی هیچ چیز دیگه حق نداری بهش توجه کنی جز من. تمام توجه به من، دقت به من، شیشتون که حواس به من. چرا؟ چون که میخوام هیچ چیزی غیر از مغزت به مغزت راه پیدا نکنه به جز حرفایی که بهت میزنم. 30 تا مرحله بهت میخوام بگم. 30 مرحله که به شدت مهمه و اگر رعایتش کنی لااقل یکی عادت کنی به رعایت کردنش و سعی کنی که انجامش بدی، بهت قول میدم که از این رو به اون رو میشیم. ما امشب میخواستیم تماس برقرار کنیم با بچه هایی که رعایت کردن این 30 مرحله رو طی این مدت زمان، حالا از تابستون تا حالا و جنبندی که از عید داشتن، ولی متاسفانه حالا یه اختلالی وجود مدن نمیشه. ایشالله جلسات بعدی حتما این کار رو براتون انجام میدیم 100%. حالا بیا اینجا از گوش بده به من، توجه به من 100% توجه به من. قدم اول چی میتونه باشه؟ قدم اول یعنی گوشی تو خاموش کن یا به شدت محدود کن. اصلا مادر تمام حواس پرتی های تو این لعنتی. قبول داری یا نه؟ معلومه که قبول داری. یعنی این لعنتی همیشه حواس تو رو پرت میکنه. چرا؟ چون توش مسائل جذاب هست. منم حواسم پرت میشه وقتی گوشیم روشنه. همه به این پیغام ممکنه بدن، اعصابم اتفاقا ممکنه که خورد بشه، یا خب ممکنه برم تو اینستاگرام خب هر چیز جذابی وجود داره، اینو ببینم، اون یکی رو ببینم، اون یکی رو، این چه خبر، اون چه خبر، حواس منو پرت میکنه. یا دوستم پیغام میده، بذار ببینم اون چی خونده، اون چی کار کرده، بذار ببینم خوشت بیاد یا خوشت نه، این عامل بدبختیته، بهت بر بخور یا بر نخوره، این لعنتی رو باید خاموش کنی. باید حداقل موقع درس خوندن خاموش باشه، چه خوشت بیاد چه خوشت نه، به من چه. این باید موقع درس خوندن خاموش باشه. موقع خوابیدن باید خاموش باشه. چرا 2400 جل دستته؟ کی به تو گفته برای تایم گرفتن باید از گوشی استفاده کنی؟ تو دیگه بس ساعت ماشی دستت بسته باشه. کرونومت رو میگوی درد ما نمیخوره. فقط ساعت مچی. همونی که قراره سر جلسه امتحان آزمون کنکور همراه خودت ببری. حله؟ حالا چطور؟ حالا چطور از این؟ چطور کنترلش کنم؟ اگه ندیدی جلسات پیشمون در مورد ترک عادت رو ببین، میتونی این رو کنترلش کنی. ببین لطفاً. اوکی. خیلی مسئله مهمیه که مدام میپرسه چطور گوش رو بذارم کنار. مسئله ترک عادت آدم
قدم به قدم عادت‌های مزخرفش رو ترک می‌کنه و عادت‌های بدش رو با عادت‌های خوب جایگزین می‌کنه. خدافظ شما، سلامت باشید. پس عادت‌های بدش رو با عادت‌های خوب مدام می‌تونه جایگزین کنه. این کارو حتما باید انجام بدی. خیلی مسئله مهمیه. قدم بعدی میشه قدم دوم. قدم اول تو رستگاری میشه چی؟ من اگه می‌خوام که موفق بشم باید اول بیام عوامل، میخوام تمرکز کنم دیگه. اول به عوامل پرت کننده حواسم بعد راجع به دستم دیگه. آقا من نمیتونم، میخوام رژیم بگیرم، یه همبرگر و یه پیتزا و نمیدونم ساندویچ فلان بچینم جلوی دستم بگم هیدری تمرکز کن، تو نباید اینا رو بخوری، تو باید اراده خودتو قوی کنی. نه عزیزم، این من خاموش باشه اگه قرار من گوشتمو ترک کنم، بعد این پیتزا و همبرگر رو نمیدونم سیب زمینی اونها بعد جلوی دستم بردارم که تا رژیم بگیرم، وگرنه رژیمی در کار نیست. بیا اینجا، مسئله مهم بعدی خیلی مهمه، ارتباط با دوستان بی هدف و حواس پرت کن رو به حد اقل برسون. ببین تو چه خوندی؟ بابا ویل کن در صبح، ایشالله 1401 نگاه کن، فارغ التحصیلا رو چقدر راحت درس میخونن، یا با یه سال پشت کنکور موندن که آدم چیزی نمیشه. حداقل آدم باید 2 سال پشت کنکور بمونه که بتونه پزشکی، بتونه وکالت، بتونه مهندسی شهری، بتونه فلان قبول بشه. نه مزخرف نگی لطفا به هم دیگه، از این خبرها نیست. ببین هیچ قطعیتی و هیچ 100% وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم الزاماً فارغ التحصیل ها الان ببین توی برهه‌ای از زمان، بله فارغ التحصیل راحت تر مثل الان دوران جمع‌بندی، اما توی برهه‌ای از زمان مثل توی بهمن توی دی فارغ التحصیل افتضاح تر شرایطشون چون بریدن. خب پس توی برهه‌ای از زمان اونها بهترن، توی برهه‌ای از زمان ما نمیتونیم بگیم شرط روانی اونها یه موقعی مودشون پایین تر یه موقع مود 12 همه بالاتره. پس واسه هم دیگه اینطوری داستان نبافین که آره اگه من میموندم پشت کنکور، اگه من 12 هم بودم، اونی که الان فارغ التحصیل میگه اگه من 12 هم بودم دارم نهایی استفاده میکردم، حتما درس رو میخوندم که اون 30% رو اقل بگیرم. اونی که 12 میگه کاش من فارغ التحصیل بودم. پس لطفاً به جای اینکه به هم دیگه قبطه بخورین که ای کاش فلان و اینها، ای کاش مثل کسی که به من پیغام میدن میگن ای کاش خانم هیدری ما زودتر با تماشا شده بودیم. عزیزم تو الان که با من آشنایی لااقل از این صحبت های من استفاده بکن، تو یک ماه لااقل جمع کنی، حالا بعدا قبلا که با من آشنا نشده بودی که خب اوکی، حالا الان که با من آشنایی که الان که میتونی از صحبت من استفاده کنی. پس ای کاش، ای کاشتون چیه؟ الان که هستین تو این مرحله که میتونین استفاده کنین، پس استفاده کنین. پس دوستان بی هدف، کسایی که مدام میخوان شما رو از راه به در کنن، لطفاً بازم مربوط میشه اینا، اینو خاموش کن جواب نده. خیلی وقتا بچه‌ها من میگن که خانم ناراحت بشن، خب ناراحت بشن، خب ناراحت بشن. حالا اصلا تو یه سالم غیب باش، یه سالم که نمیخواد بشه، یه ماه میخواد بشه غیب باش، اصلا نباش، نبین، نشنو، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چه چیز عجیبی رو از دست میدی؟ هیچی. یه چیزی هم به دست میاری، دوستای بی هدف رو از دور و برت پاک کن. تو ناخودآگاهت اثر میذاره. ما اون چی آهنگ غمگین بی خود تو ناخودآگاهت اثر میذاره. فیلم بی خود، حرف بی خود، بابا ناخودآگاه شما مطالب رو دستبندی میکنه. واسه چی آشغال به خوردش میدی؟ بی خیال نکن، اصلا اسمش دوست نیست. آدم بی هدف نه دور و برت بشه، کیفیت زندگیتو خطر میندازه. فقط هدفمند، فقط کسی که زندگیشون ارزش قائلن. حله؟ معلومه که حله. بیا اینجا، حالا یه مسئله خیلی مهم، دیدن اخبار فیک ممنوع. نکنه هنوز دنبال تعویقی؟ بابا اینو خیلی مسئله مهمه. تو چقدر دنبال اخبار میدویی دیگه؟ این مسئله خیلی ثابت شده که 100 بار گفتم بازم میگم، به اندازه کافی خودتو ما خانواده تو دنبال دردسر دیگه گردوندی و اذیت کردی دیگه، اینقدر استرس داریم که دیگه به این یکی دیگه نرسیم که اینقدر. به نظر شما سال بعد، هنوز امسال تمام نکردی، کنکور 2 عدد میشود، به نظر شما آقا نظر من واسه چی کاره است؟
یا مثلا به نظر شما اگر سال بعد کنکور دوتا شد آشور میشن ما بی خیال الان بعد خوراک شما میدونی شما خوراک اینایی هستین که میرن کامنت میذارن زیر پستای مثلا این پیجای فیک مثلا فالوور بگیر مثلا کنکور به تعویق افتاد به مثلا زیرش نوشته مثلا فلان چیز الکیا فقط واسه اینکه اگر تعویق افتاده بود چی اگر فلان شده بود چی؟ در کشور فلان مثلا در کشور بابا بی خیال نرو نکن این کارو نکن خواهش میکنم اخبار فیک فقط کورتیزول میبره بالا فقط استرس بهت میده فقط استرس زیاد میکنه بدبخت میشی یا چه کاری تو این کارو با خودت میکنی آدم مگه دست دستی خودشو اینطوری نابود میکنه نه پس دنبال چیزای الکی نباش امروز که بچه ها میگفت واقعا تموم شد کشم بیداده تموم شد حالا این تموم شدن دیدی که چقدر کش داره پس همه ماشقه زیگن تموم نشده یه زمان طولانی مونده که تموم شد از اینجا تا بود از تهران تا کرج تموم شدنش کش داشت بابا تموم نشده که کدوم تموم شدن یک ماه زمانت می نشوی چیه؟ شاید مثلا اصاره مرغ فشرده هست ولی خاصیت زیاد داره دقیقا این مدلی خاصیت زیاد داره میگم مشاوره کنکور امیدوارترین آدمان همیشه تا آخرین لحظه میگن امید هست یکی سو همایه هست بیا اینجا حالا چهارمین قدم واسه رسیدن به رستگاری چی میتونه باشه؟ استراحت های کشدار ممنوعه یعنی چی؟ ها چی؟ چقدر خوشحالم که شما میز گذاشتین تو حلقه دوربین نمیریم واقعا چه ایده خوب بود استراحت های کشدار ممنوعه یعنی چی؟ میشه ساعت خوابم رو کم کنم؟ میشه فلان دانش آموز داریم 2 ساعت میره حمام به خاطر وسواس یا میاد دیگه بر نمیگرده بس کن دیگه اگه این استراحت کش نداشته باشه تو لازم نداری بخوای که اینقدر از ساعت خوابت بزنی از غذا خوردنت بزنی جلو کتاب غذا بخوری میوه‌تو مثلا تو اتاق بخوری اصلا واقعا لازم نیست نداری مثل آدم میای نهارتو میخوری برمیگردی مثل آدم میای شامتو میخوری برمیگردی استراحتت قشنگ کوتاه کوتاه یرو هست ساعت خوابت همون 7 ساعته همون 6 ساعته همون قدری که بدن احتیاج داره است و لازم نیستش که از ساعت خوابت بزنی این به شرط اینکه استراحتات کش نداشته باشه این قدم واسه رسیدن به رستگاری های موقع فراموش نکنی حله؟ مسئله بعدی خب یه مسئله مهم دیگه این که توی این مرحله برای کنیم اینه ممنوعیاتی که دارم میگم دیگه بعد از ممنوعیات و مخرب ها برسیم به اون کارهایی که باید انجام بشه ممنوعیاتی یه ذره سریع‌تر میگم که به اصول برسیم رقابت بکن ولی حسادت ممنوع رقابت یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنم به عباس قلی اون چیکار کرده؟ که چه روش مطالعه استفاده کرده؟ که تونسته در دوران جمع‌بندی خیش درصد درس دین و زندگی خودش را از 40% به 80% در آزمون سنجش هفتم برساند چی کار کرده؟ چی شده؟ که رتبهش تخمین رتبهش یهو 4000 تا اومده پایین چی کار کردی؟ تفتر قولی چی کار کردی؟ خب من اگه همین کار انجام بدم اما حسادت میشه چی؟ تمام تلاشم رو میکنم که یارو رو بزنم زنی نگاه کن همش شد همش سهمیه است خب من از خودش که هیچی نیستش که باباش اگه سهمیه نداشت آره اینا که رتبه میارن همشون سهمیه دارن آره نشسته جور مامانش باباش به جای اینکه بشینه خودش رو قوی کنه کلن
توی این فازه که آره اگه فلانی قبول شده حتما یک خوبی داشته، مثلا یک کار خاصی انجام داده، خودش هیچ کاری نکرده، حتما کلاسش فلان بوده، کتاباش معجزه کردن، خودش که کلا تعطیل، مثلا فکر میکنه که اون طرف هیچ عرضه‌ای نداشته، کلاسش و کتاباش و خانواده‌اش یک گلی مثلا به سرش زدن. نه عزیزم، اون حسادت شعله میکشه در وجود آدم، مثل خیلی از عزیزانی که لطف دارن مثلا هی حسودی میکنن، شعله میکشه تو وجود آدم، نمیذاره که آدم نه خود واقعیش رو ببینه نه خود واقعی دیگرانو. اما قبطه یا رقابت کمک میکنه به آدم که خودت رو بگی که آه اوکی مثلا فلانه شکار کرده، من میتونم از اون ایده بگیرم، خودم هم خلاقیت داشته باشم برای پیشبرد اهداف خودم. اینا با هم زمین تا آسمون فرق میکنن. آدم باش خب، چون بعدن که بزرگ شدی میاد گریبان تو میگیره، میشه یک آدم بدبخت دور از جون، خدا نکرده، که به جای اینکه کمک کنی به خلق خدا و خدمت کنی به خلق خدا، مدام تو این حال تو این زمینه هستی که زیرا به اینو بزنی، زیرا به اونو بزنی، زیرا به اونو بزنی و ببینی که بقیه چجوری پیشرفت میکنن، زیر پاشون رو بگیری با مخ بخورن زمین. کم میبینی این تو جامعه؟ نه. پس به جای اینکه تو کنکورت حسادت کنی و به هیچ جا نرسی، رقابت کن و پیشرفت کن. بهت قول میدم که یک نتیجه فوق العاده از این رقابت بگیری، چون شما رقیباتون رو نمیبینین. و به جای اینکه با این دوستای بی هدف بی مزه بخوای در ارتباط باشی، رقیبات رو پیدا کن. کجا هستن؟ تو اینستاگرام که مسلما نیستن. این بلاگرای کنکور وای حال آدم به هم میزنن. یک دونه از این اگه نتیجه گرفت عمرن همشون فیک. اینا نه ها، رتبه های سنجش اگه واقعی باشه، اگه تقلب نباشه، مثلا رتبه های بگردید به دوستای خودت، دوستایی که هدفدار هستن، چون رقیباتون خیلی کم شدن. حالا کسایی که ما بهتون معرفی میکنیم، آدم های واقعی، رقیب واقعی تا بشناسی، رتبه های برتر اینا، وگرنه که اینطوری که هیچ. و یه مسئله مهم، دنبال زیر بغل مار نگرد. دنبال زیر بغل مار گشتن یعنی چی؟ اینجا دنبال مقصر گشتن. من باز راجع به این قضیه صحبت میکنم، یعنی چی؟ من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، آستین مال کتم بود، کتم مال بابام بود، بابام همش دنبال مقصر، دنبال اینکه اینجا ایراده، اینجا ایراده، اونجا ایراده، اینجا فلانه. دنبال زیر بغل مارگشتنه، دنبال سودی پیدا کردنه، دنبال اینکه اگر فلان اتفاق افتاد مقصرش من اصلا نبودم، من مبرا از همه چیز هستم، ببین نگاه کن اونجا سودی دادم، به اونجا به اونا اونجا بودن، من اصلا مبرا، دیدی اونجا سودی داد، دیدی فلان شد، ببین کن. دنبال زیر بغل مارگشتن کلن تمرکز از رو خودت برداشتنه. من تمام حرفم اینجاست، این تمرکز ازت میگیره، 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 این تمرکز ازت میگیره. حرفم چی؟ اگه تو باهوش باشی، باهوشم نباشی، جزو رده کانا هم به حساب بیای، الان یه توجهی کرده باشی متوجه میشی که کلن دارم در مورد تمرکز صحبت میکنم. خانم هیدری چی کار کنم تمرکز کنم؟ دارم بهت میگم دیگه، عوامل برهم زننده تمرکز رو اگر برداری داری باعث میشه که تمرکز کنی. به همین سادگی. کاری داره؟ اصلا کاری نداره. بیا اینجا، بیا این ور بازار، حالا اینجا رابطه های مخرب بی خیال شو لطفاً. ما به هم کمک میکنیم تا تو درس پیشرفت کنیم. شما خیلی بی خود میکنی به همین صراحتی که دارم بهت میگم، نه تنها در ایران، در کل عزیزم رابطه های زیر 18 سال به خاطر اینکه قش پیش پیشانی شما اصلا کامل نیست، شما به بلوغ فکری نرسیدی. خیلی راحت دارم اینو بیان میکنم، این محرمه. حالا شما هنوز خودت استقلال در جامعه پیدا نکردی، طرف مقابلت نمیدونم چند سالشه، یعنی شما که الان بالاخره هیچی استقلال نداری دیگه، داشتی که الانش کنکور ندادی که هیچ استقلال نداری، نقش مستقل تو جامعه نداری، یه نفر دیگر هم دارید به دوش میکشی. من تا به این سن رسیدم و مشاور بودم کل عمرم رو،
یعنی کل عمرم، یعنی کل عمر کاری منظورمه، ندیدم هیچ کدوم از دانش آموزایی که وارد این رابطه شده باشن موفق شده باشن، مگر اینکه ادا داشته باشن. اداها و بجز کسایی که سنهای بالاتر بودن، تازه اونم به سختی مستقل بودن، داستانهای خاص خودشون داشتن، تازه اونم به سختی تونستن موفق بشن. زیر 18 سالها هندل کردن خودشون داستانه، چه برسه به هندل کردن شخص مقابل. این داستانه، نکنین کارو، بیا اینجا وز برای فرار نکن، اینم تمرکزتو میگه. پس واسه چی گفتم خانم داره چی میگه؟ داره عوامل برهم زننده تمرکزو میگه که به رستگاری برسیم. خیر اینه نه غیر این نیست، بیا اینجا دارم با انرژی بهت میگم که تمام تمرکزت به من باشه، امشب شب تمرکزه، بیا اینجا از برنامه فرار نکن. یه مسئله بسیار مهم چسبیدن شما به برنامه است. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، از برنامه فرار نکن. هر رشته ای که هستی فرقی نمی کنه، بهت مشاورت برنامه میده، من یا هر شخص دیگه، یا اصلا خودت میخونی یه درسی از تو برنامه که ازش برت میاد، اصلا دیگه تلمبار شده، میری آزمون میزنی بهت میگن تحلیل کن، همه رو تحلیل میکنی بجز اون، بهت میگن درس خون، همه رو میخونی بجز اون. نکن این کارو، نکن این کارو. اون درس میمونه، دقیقاً از همون ضربه میخوری، میشه پاشنه آشیلت، پاشنه آشیلت، از همون ضربه میخوری. نکن این کارو، اون کار باعث افته تو توی کنکورت میشه. نکن، نکن. حاله از برنامه فرار نکن. هر برنامه‌ای که بهت دادم دقیقاً باید همون رو اجرا کنی. پس مثلا شما منم یه چیکار می‌کنی؟ یه درسی رو تو برنامه‌ت هست، می‌خونم حالا، می‌خونم حالا، می‌خونم. خب لعنتی بخون دیگه، می‌خونم حالا، می‌خونم حالا، کی دیگه؟ کنکور رسید. کی 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 دقیقاً. از برنامه فرار نکن. این فرار از برنامه فقط غیر از اینکه به ضرر برسونه هیچ منفعت دیگری نداره. همه درس رو مغز تلمبار بخشید، تو برنامه تلمبار میشن و هیچی دیگه، همش سوتی میدید کلا. حله. و اینجا بیا اینجا، نوسانی بودن ممنوع، ضرر میرسونه. امروز حال ندارم، امروز دارم میمیرم. خوب عزیزم، به سلامت برو عزیزم، به همون مردنی که داشتی. امروز پره انرژیم، صبح شما بخیر، امروز میرم درس میخونم، مثلا بعد از شنیدن وایس من یا بعد از خوندن پیغام من یا هر جای دیگه، مثلا هر کسی دیگه فرق نمیکنه. امروز دلم درد میکنه، امروز سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، این کمرم، این گردنم، وای خدا ولم کن. این نوسان، یا امروز مادرم صبح که از خواب بلند شدم به هم گفت تو هیچی نمیشی، حتی مادرت اتمنا دیده تو رو مثلا، ولی نکن. نوسانی بودن ممنوع. امشب هر کی سر کلاس نیست ضرر کرده، خودتون دارین اینو میبینین، هر کی سر کلاس نیست ضرر کرده. نوسانی بودن ممنوع. و بعد این کلاس اگه همچنان بون چوب خشکی که بودی ادامه بدی، بازم ضرر کردی. نوسانی بودن ممنوعه، واقعا ممنوعه، نکنین کارو، چون درس دادن دقیقا نوسانی میشه. یادمون میزنی هر درسی، ادبیات رو، زیست، شیمی رو، علوم فنون رو، جامعه رو، حسابان رو، ریاضیات، بخش ریاضی فرق نمیکنه، هر درسی رو میزنی 20% چون خوندی، یه روزی میزنی 80% چون نه چیز 20% چون نخوندی، 80% چون خوندی، کلا نوسان داری. و در نهایت توی اسلاید حواست به سلامت جسم و روانت باشه. بارها در مورد نکات تغذیه، ذهن آگاهی و اینکه صبحانه بخورید و حالتون خوب باشه صحبت کردیم. ما سه تا اسلاید کردم. اینو اول در مورد ممنوعیات با هم صحبت کردیم. اگر سوالی در مورد ممنوعیات هست بفرمایید بپرسید. چطو باز میکنید لطفا؟ تا من یاب بخورم؟ صدای منم لطفا ببندید، من یاب بخورم.
تنها باشم. شما لطف کنید سوالاتون رو بپرسین. خوشحالم که این یه ماه میشه عقب موندگی و جبران که صدای من بازه. بله میشه. بله میشه عقب موندگی و جبران کرد. خواهش میکنم. خوشحالم که استفاده میکنم. من لذت میبرم از خوندن کامنتاتو. چطور این دیگه چطور میشه موقع مطالعه اتفاق گذشته فکر نکنیم. هر چقدر سرعت مطالعه ببرید بالا سرعت مطالعه ببرید بالا و تندخوانی رو امتحان کنین، هجوم فکر کلا یه ذره برنامه داشته باشین، مزخرفاتی که تو فکرت میاد کمتر میشه. خدا شکر که امروز متحول شدیم. خدا شکر. چیکار کنم؟ صبح زود بیدار شیم، مسئولیت پذیری، شب زود خوابیدن کمکت میکنه، شام تغذیه مناسب داشتن کمکت میکنه، کلن باید عادتهاتو درست کنی. ببین جلسه قبلم لطفا عقب افتادگی ها رو هر روز مطالعه کنیم و اینکه عقب نمیدونم برنامه چه شکلیه، ولی بله یه باکس عقب افتادگی اگه مخصوصا اگه فارغ التحصیل هستین یه باکس عقب افتادگی اگر بزنین عالی میشه. بعضی از عقب افتادگی توی آزمون زدن شما هم جبران میشه، خیلی خوبه. چند تا درس ها تمام نکردم، حذف کنم تو یه ماه بخونم. چند تا درس تو که اولا منظورت درس رو که ما حذف نمی کنیم، اگه منظورت مبحث اگه مباحثی هستن که کم تستن میتونی حذفشون کنی. چیکار کنم زمان خوندن؟ فقط حواسم به درس باشه، گفتم بس دیگه به سرعت مطالعه این سوال تکراری و اینکه سرعت مطالعاتون بالا باشه، حجم مطالعه مناسب باشه، زمان بندی باشه. اگه خیلی حواست پرته میزان زمان مطالعات رو کم کن. مثلا به جای اینکه شما بشینیم یک ساعت و نیم بخونی، یک ساعتش کن، نیم ساعتش کن، بلند شو برو یه دوری بزن برگرد که اینقدر حواست پرت نشه. و اینکه عدسات پایین آزمون میترسم، اوکی بشینین که مثل آدمیزاد رکورد صفحه میرسم بهش که ثبت رکورد اگه داشته باشین در واقع داستان نمیشه. بعد تخصص خیلی ضعیفم چیکار کنم؟ ان شاءالله با تمرین، تکرار، توکل به خدا، ایمان، تقوا و مصالح درست میشه. نسبت به ماهای قبل تنبل شدم، چیکار کنم؟ توضیح میدم در ادامه در مورد تنبلی توضیح میدم. استاد مرور چیکار کنم؟ توضیح میدم. بعد سوالاتونو تاریخ ده یازده رو حذف کنم. من اوکی ام با این قضیه تاریخ فقط 12 باشه، حالا خودتون صلاح میدونید. باز نگه هیدری گفت، ولی حالا من پشت مشکل ندارم. بعضی از سوالاتون چیزه در ادامه هست، در ادامه هست توضیح میدم، مثل مرور و فلان و از این حرفا. 40% میتونیم بیم بالا، 100% که میتونیم بیم بالا حتما. تو 24 قلمی شدی بود کلا بود کلا افت انرژی. یعنی جلسه رو تمون چیکار کنم؟ بود درس پشت سر هم یا اول فصل یا آفلاین شما کنم. آخ تو برنامه تحت این برنامه هست آفلاین ها، آفلاین تو برنامه نویستی فقط بکن 12 باشی مثلا، آفلاین داشته باشی، نهایی هم داری، آزمونات هم مونده. چه شبه خوبه که تا 11 شب درس بخونی، تا یک شب تو یک آدم خوبه که شب تا یک درس بخونی، صبح 8 بشیم شب بهتر از من خدایی. نه اصلا توصیه نمی کنم که شب درس بخونی اصلا. تاریخ و جغرافیا میشه نزد؟ نه اصلا نمیشه نزد، صرف نظر. واسه کسی که کاملا از اول میخواد شروع کنه با یک سال میشه منو قبول شد؟ یک سال چرا نمیشه قبول شد؟ بله. و اینکه برای منم جواب بده. خب سوال میره پای من چیکار کنم؟ یه دقیقه صبر کن. به نظرت الان وقت خواب نیست؟ الان تو این لحظه مرغی مگه؟ الان چرا وقت خواب باشه؟ نه. و اینکه بعد از کلاس من چون آرامش میگیری میتونی بخوابی. اینکه همه ثبت نام کنیم بسته به میزان ضعفت برای بعضی از درس ها. یه چیز من بگم در مورد گوش بدین برای همه ثبت نام کردن بعد مثلا یه سوال از شما میپرسن عزیزان به نظرتون من غذا بخورم؟ جواب من بدین من غذا بخورم به نظرتون؟ من غذا بخورم در این لحظه مثلا اصلا فکر کنید سرکلات نیستم، من دارم تو خونه نشستم در حالت شما نظری پرسم غذا بخورم؟ ها نمیدونین صد درصد آره چیه نه چیه؟ از کجا میدونین؟ شما من میدونین من گرسنه‌ام یا نه؟ از کجا میتونین نظر بدی؟ من چطور بتونم که آفرین آفرین گرسنه‌ای؟
شما از من پرسید من همایش برم یا نه؟ دمش. اونایی که گفتن آره یا نه. دوستان شما بپرسید که گرسنم من از کجا میدونین که من گرسنم یا نه؟ وقتی بازی همایش برم یا نه؟ خوشحالم اینگه واقعا نخبه پروری من زمانی که شما پرسید همایش برم یا نه کلاس ثبت نام کنم اینو ببرم یا نه بپرسم که عزیزم شما سطحت چیه؟ تا الان چی خوندی؟ چیکار کردی؟ بعد میتونم جواب بدم در این حد ریزبین چی فکر کردی تو راجع به من؟ خب عادت هم شما دست بخواب چیکار کنم؟ ترک عادت عزیزم ترک عادت چی فکر کردی؟ با هر جلسه با کردت من بیشتر داشتن نخ میسن سبسه بیکرم خواهی خب از زیر خاکی دو میده تا حال در مورد چهار تا استخون خامده چیز شنیدی؟ اگه نشنیدی که بیشتر بشنو دو هفته شما نخواده برای برسه باشتا بخواه محصول که مشکلی هست بله بله خیلی مشکلی هست خوابت باید درست بشه و انتها بشن انجام میدیم بله که انجام میدیم در بله حتما با همین کلاس اینو درصد افزایش میدیم خب بریم واسه بقیه کلاس که بتون ادامه سوالاتون بگم زیاد سوالاتون جواب ندم بریم چطور ببینی لطفا سنج آره کمپ ترک عادت باید بذارم دقیقا خب بیان اینجا دقیقا توی پروسه ترک عادت استخونه ها هم دقیقا میشکنه و این که چیزه میتونی بگم بالوستان بریم پایین چی بوده نمیره پایین نه خب پایین نه برش کنی نه سوال بگم بیارم رفت چی میبینی؟ این بچه ها میبینم به نظرتون؟ اگه نمیبینین که به من چه من از روش براتون میخونم خب حالا ایشالله که میبینین دیگه ندیدینم براتون میخونم توجه دار 11 نکته 11 که باید بهش توجه کنید حالا بیان اینجا میخواین این تیکر رو فیلم بگیم حالا که باشه خب ده تا نکته گفتم که مربوط به تمرکز بود که خیلی مسئله مهمی بود قرارمون چی شد که اونها رو از بین ببریم که برسیم به نکته های وسطی 30 قدم تا رستگاهی داشتیم درسته؟ بیا نکته 11 توجه داشته باش که تمام نکته کتاب ها رو یاد گرفته باشی سطحی خوانی و اثر باز کردن نباشه یعنی چی؟ ببین خیلی مواقع درس خوندن تو میشه سطحی درس خوندن فقط بخونم جمع کنم که بگم اوکی من دینی رو خوندم بخونم جمع کنم که بگم فارسی رو خوندم که جمع بندی کرده باشم که بگم من یک درست دارم تو اشتباه میکنی یعنی چی؟ باید تمام نکات کتاب ها رو یاد گرفته باشی وگرنه اصلا جمع بندی معنی نداره پس سطحی درس خوندن نداریم این میشه چی؟ اونی که خوب جلسه دیده باشه یادش میاد که گفتیم یعنی وقتی درس میخونی اینقدر باید عمیق درس خونده باشی که بتونی به یک نفر دیگه توضیح بدی اون یه نفر کی بود؟ مادر بزرگ یا پدر بزرگت یعنی چی؟ من طوری درس میخونم که بتونم به یک شخصی که ممکنه سواد خیلی بالایی هم نداشته باشه بتونم توضیح بدم پس بیا اینجا یه مسئله بسیار مهمه شماره 12 ترکیب خوندن دروس فراموش نشه این یعنی چی؟ ببین یک سری از درس ها پیش نیاز دارن من تا زمانی که پیش نیاز درس رو نخونده باشم نمیتونم مبحث بعدی رو بخونم و درس ها به هم دیگه ارتباط دارن مثل جامعه شناسی حالا اگه بخوام تجربه نام ببریم مثل خود درس زیست شناسی مثل شیمی پس مثل علوم فنون که درس ها به هم دیگه ارتباط دارن پس لازمه که من درس مثلا عربی نیازه که من ترکیبی خوندن توی جمع‌بندی رعایت بکنم وگرنه اگه من بخوام یک سری نکات پراکنده است و جزوه ها بخونم که اصلا درس خوندن معنی نداره پس بیا اینجا ترکیبی خوندن فراموش نشه بارها شده شما کتاب رو میخونید اتفاقا اصول اولی رعایت میکنه کتاب میخونی اما این سری اطلاعات کاملا پراکنده است ربطی به هم دیگه ندارن اینجا باید اطلاعات به هم دیگه وصل بشن ترکیبی خوندن اتفاق بیفته تا بتونه معنا داشته باشه حالا
یک مسئله بسیار مهم و لجدراری که در این روزا اتفاق میفته تشریح خوندن به بهانه امتحان نهایی. آخ 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 این لجه منو در میاره. ببین خوب گوش بده، خوب به اینا که توجه کن، شیش دنگ حواست به من. تشریح خوندن به بهانه امتحان نهایی مثل چی میمونه؟ یا اصلا نگاه فارغ التحصیلی، تست نمیزنی. یعنی چی؟ تو یه مسابقه داری، مسابقه بسکتبال، بهت گفتن که میخوایم آمادگی جسمانیت هم بسنجیم در چه حده. تو هر روز برای این که بخوای گرم کنی که وارد زمین بشی، بخوای بسکتبال رو انجام بدی، یه سری حرکات برای آمادگی جسمانی هم انجام میدادی در راستای همون ورزش. اوکی؟ بازی اصلی بسکتباله. تو مگه میتونی بسکتبال بازی نکنی؟ بدون بازی هر روز بیای خودتو گرم کنی، درازنشست بزنی، تناب بزنی، بودوی دور زمین برگردی خونه به امید این که انشاءالله من در بازی بسکتبال که یک ماه دیگه است با این گرم کردن آماده میشم و تمام وقت خودت رو بذاری سر همین آمادگی های مقدماتی تمرین واسه این که یه کار روتینی بوده، این که یه کار مقدماتی بوده، این کاری که همه بلدن، این که اصلا اصل مطلب، اصل ماجرا نیست، مقدماتی. به نظر تو منطق داره؟ بازی ما بسکتبال است، پس تست زدن کار اصلیه عزیزم، خواهرم، برادرم، بچه گلم. از تو تستی میخوان چند ماه دیگه، از تو نمیخوان تشریحی بهشون تحویل بدی. اگر اینجا مثل آدمیزاد درس خوندن رو درست یاد گرفته باشی، دیگه این امتحان نهایی در دل کنکور حل شده است. امتحان نهایی جز در دل کل کنکوره، همینه عزیزم. بارها گفتیم حالا سوالات مزخرف، میشه من امتحان نهایی ندم؟ تک ماده با نمره چند قبولیم؟ آیا نمره کل در امتحان نهایی در کنکور اثرگذار است؟ آیا فلان میشه؟ آیا با ولمون کن یه درس سالس بعد دیدی که چه سوالات آرکیه؟ سوال نیست این، چی هست شما امتحان گرفتم اصلا کل سوالات؟ بسم الله الرحمن بابا چیره خدا. پس درست رفتار کن، فرقی نمیکنه دوازدهم فارغ التحصیل، هیچ فرقی نمیکنه. باید بدونی بازی چیه، برای همون بازی آماده بشی. بیا اینجا مبحث بعدیمون چیه، مسئله بعدی که میخوایم با هم بررسیش کنیم اینجاست. بله، وقت آزمون جمع‌بندیه. پس کنکورهای سال گذشته، سنجش‌ها، قلمچی‌ها، گزینه‌های دوی سال قبل رو بزن، چون بهت ایده میدن. ببین کنکورها خب اوکی، نسبت به مثلا نسبت به ممکنه کلا سوالات کتاب آموزشی، کمک آموزشی ها یه مقدار خستن، دقت کردی؟ یه مقدار سوالاتی هستن که از نسل ها مثل قانون پایستگی انرژی میرن، از نسل های قبل همچه هستن میرن سوالش. سوالات آزمون ها چون اساتید خیلی بالاخره کدوم استاد چی طرح کرده، یه مقدار سوالات نکته دارترن دیگه، خودمونه دیگه، استادا میدونن که چی طرح کنن و چطور طرح کنن. هر استادی گل سوالاشو طرح میکنه واسه استادا، واسه یه آزمونا. بالاخره رقابتی هم هست، پس سوالات توش ایده داره. خوبه که ببین، من نمیگم سوالات سخت نیست، من نمیگم سوالات غلط نداره، اما میگم سوال کنکور در اولویت همیشه. اما حتما باید سنجش های سال امسال کیچ، سنجش های سال قبل، قلمچی های سال قبل و گزینه دوهای امسال و سال قبل، همشون امسال بالا باید حل بشن. شما باید تست بزنی، میخوای بخوای نمیخوای هم باید بخوای. از اون جایی که خواستم چند روز پیش بود داشتم وایس میدادم واسه سنجش، بعد اول وایس گفته بودم واسه یه بیو وایس 3 دقیقه‌ای بود برای شب قبل سنجش، اولش گفتم عزیزم قشنگ این آزمون این شکلی به بچه‌ها، این کار اینطوری اینطوری کنید فلان از این. آخرش دیگه با تهدید مواجه شدم بچه‌ها. ده من همیشه زبان هم مثل الان که شوخی هم میکنم، دانش آموزم برگشت گفتش که اول وایس که گوش دادیم خامیدش هم مهربون شده، ازش بعیده واقعا. آخر وایس که دیدم نه خودتونین و دیگه وارد فاز
تهدید و نمیدونم این مشکل شدی مجرد شد نه خانم داری خودمونی در این الان همینه. من اگه واقعا باید در نظر داشته باشین که بعضی چیزا باید حتما گفته بشه بهتون. خب وقت آزمون جمع‌بندیه، پس گفتیم چی کنکور سال گذشته قدم چی گفتیم دو بهت ایده میده، حتما نکته بهت میده، خودت هم متوجه میشی وقتی میزنی. بیدیم از بچه هم دقیقا میگویم چه سخته سخته. اوکی کنکور در اولویت سنجش، بعد قلم چی سنجش و قلم چیو گزینه دو های امسال و سالهای قبل حتما بعد جمع بشه حتما، و اگر فرصت داری بسته به برنامه سایر آزمون ها هم زده میشن. و آها یه مسئله خیلی مهم که اینجا هست، ما میگیم که سعی کن که رأس ساعت آزمونا رو بزنی. این واسه بچه های دوازده هم عموما صدق نمی کنه، نمیشه، ولی بچه های فارغ میتونن این کار رو انجام بدن توی ساعت مشخص. ایشالله که میبینی تو رأس ساعت مشخص آزمون ها رو بزن. آزمون که میزنی مثل آدمی زاد 8 تا 12 آزمون تو بزن، یعنی کلن تو ساعت مشخص آزمون ها رو بزن. خب و حالا آزمون که میزنی شرایط آزمون رو شبیه ساز بکن. میگم نرسیدیم من نمیشد که من این سری کار رو انجام بدم، وگرنه برنامه داشتم واسه تون چه فیلم و چه تلفن. حالا ایشالله سری بر و اینکه شرایط کنکور رو شبیه ساز بکن و تا عادت کنی. همش همون ترک کم به ترک عادت هیدری که در خدمتون هستی دقیقا همینه. شرایط کنکور باید شبیه ساز بشه که رسیدی سر کنکور اون ساختار عصبی که بهت گفتم شکل بگیره. جلسه پیش گفتم، جلسه قبلش هم گفتم، این ساختار عصبی اینقدر یه کار انجام داده باشی که این نورون هایی دست به دست هم دادن با خودتون با خودش بگه که هیدری ای بابا این کاری که تا 100 بار انجام دادی. ببین هیچ وقت خودم نمیره، اولین باری که میخواستم بیام جلو دوربین، اولین بار منظورم اولین بار، چه اولین بار آنلاین چه اولین بار اون زمان، باور کن که دوربین خجالت میکشتم. اصلا میگفتم وای دوربین سخته، بود فرق نمیکنه، هم شاید همه کسایی که اولین بار تجربه کردن هست داشته باشه. الان اصلا هیچی، چون این ساختار عصبی شکل گرفته. بارها هم گفتم مثلا با شما میگم میخندن انگار شما دقیقاً جلوی چشم منین، فرقی نمی‌کنین، انگار مثلا انگار که شما حضور دارین همیشه، انگار دوربین شما هاین، انگار شما ها دوربینین. میگیم میخندیم یا مثلا تو استوریا دیدین دیگه. آها بچه گفتم استوری ها شفتم، بچه ها پیج اینستاگرام رو فالو کنین که توش پر از الان مثلا در مورد جنبندی تک تک درس ها باهاتون حرف میزنم. از جمعه شروع شد، از شنبه نمیدونم، ولی در مورد همه درس ها براتون استوری چیز پست میذارم. مشاور پریناز حیدری حتما فالوش کنید. اینو میگم دیگه عادت کردیم. چرا؟ چون ساختار عصبیه شکل گرفته. بحث عادت، یک کار انقدر تکرار میکنی که واسه عادت میشه. پس رو میز که نه، پشت میز میشینی بعد شرایط میکنی. ماسک من الان نمیخوام ماسک بزنی واقعیتش، به خاطر همون کمبود اکسیژن و حالا خود اگر آسیب برسه به خاطر کمبود اکسیژن به مغز، من شخصا نمیخوام، حالا خودت میدونی، ولی با مداد همون مدادی که قراره بهتر آزمون، همون بطری آب، همون ساعت، همون پاک کن، ساعت مشخص، همه اینها رعایت بکن، مثل آدم بشین پشت میز و کارت رو انجام بده. به هیچ عنوان ارچه نیست و کاغذهای اضافه استفاده نکن. کی بهت گفته که همچین کاری بکنی؟ بعد بعضی دقت کنی مثلا پشت ای بای مثلا چیکار میکنن؟ دقیقا میشینن رو تخت و آزمون میدن. این دیگه چه صیغه‌ای من نمیدونم. شما به هیچ عنوان اجازه همچین کاری نداری، استفاده از چک نویس ممنوعه، هر رشته این کوچه فرقی نمیکنه که مثلا بگی آقا ما ریاضی هستیم باید حتما استفاده کنیم، باید وجود نداره. دقیقا طبق همون قوانین کنکور باید عمل کنی. به هیچ عنوان پس از سر آزمونم بلند نمیشی، قوانین رعایت بکن، هر اتفاقی هم افتاد
سفر قولی میرزا بازم زنگ زد، شما ازت بلند نمیشی که بخوای به زنگش جواب بدی. تکنیک های این از این و اینکه تکنیک های آزمون دادن حتما تو آزمون های آزمایشی هم پیدا بکن. نگو که ایشالله من سر کنکور رایتش میکنم، چه ضرب در منفی باشه چه تکنیک زمان های نقصانی باشه که قرار شد که از سر هر آزمونی از سر هر باکس آزمونی چند دقیقه کم کنیم. حالا میخوای تو عمومی ها 4 دقیقه کم کن، 3 دقیقه بعد بس سگی دارد باش مشورت کنیم که 4 دقیقه کم میکنیم حداقل 3 دقیقه که وقت بمونه برای جبران ضرب درها و دوباره مرور کردن سوال ها، دوباره حل کردن و چک کردن. و مطمئن باش که اگر آزمون بدی و آزمون رو تحلیل نکنه انگار هیچ کاری نکردی، مثل این میمونه که غذا درست کنی غذا رو نخوری، اصلا نبینی که غذایی که درست کردی شوره ترش بینه، اصلا هیچ میشه همچین چیزی؟ اصلا امکانش هست؟ نه. تحلیل میکنم که نقاط ضعف قوت زده نزده تحلیل بشه. آیا سوالاتی که درست دادم هم تحلیل کنم؟ بله، چون شاید نظر تو با نظر طراح سوال یکی نباشه، تو اصلا یک چیز عجیب و غریبی گفته باشی که اصلا تو ذهن طراح سوالم این نگنجیده باشه. اصلا این چیه گفت؟ عزیزم چی واسه خودت گفتی؟ پس حتما همه رو باید چکش کنی. و حالا یه مسئله بسیار مهم، بچه ها حالا فرض کن من رفتم آزمونم دادم، اوکی، مثلا یک ماه پیش من آزمون دادم، آزمون همون نتیجه همون نمیدونم، مگه میشه همچین چیزی؟ عزیزم یه دفتر داشته باش، یه جدولی مثل آدم بکش، نتیجه ها تو بنویس، بدون نوشتن نتیجه ها کسی فایده نداره. مثلا تو تاریخ فلان تو روزات مشخصه دیگه، فرض میکنیم از اینکه خورده تو شروع کردی آزمون دادن، فرض میکنیم بعضی که اصلا اردیبهشت فروردین تو تاریخ این آزمون دادم، هدف زدم اینقدر درصد، قرابتم چند عدد قرابت زدم، آرایه هاشو چند تا زدم، مثلا قشنگ ریز بریز تحلیلت مشخص باشه اگه قراره کار درست کار عمیق انجام بدی، وگرنه کار سطحی رو همه بلدن. اگه قراره توی تفاوتی با بقیه داشته باشی مثل آدم تحلیل کن، نه اینکه اینطوری سرسری رو هوا همینجور شلخته پلخته. پس تحلیل یعنی مشخص میکنم چند درصد زدم، تو چی مشکل داشتم، چرا مشکل داشتم، سری بعد این غلطی که این سری داشتم رو دیگه تکرار نکنم. بریم مبحث داستان بعدی. پس این 19 همیش بود، آزمون بدم و تحلیل نکنم انگار هیچ کاری نکردم و تحلیلم رو حتما پیدا میکنم. اینجا که گفتیم 20 همیش نتایج آزمون جامعه تو یه گوشه یادداشت میکنی رکورد. حالا یه مسئله مهم، ببین من همیشه مثال میزنم، میگم که دانش آموزا شبیه زغالن. آره شبیه زغالیم، در نهایت این روسیایی به زغال میگن، چه شبیه زغالی، یه عده زغال، زغال فعال، زغالایی هستن که گوشه، یه عده زغال ما بادشون مثلا روشنشون میکنیم، بعد اینشون انگیزه میدیم بادشون میزنیم اینا دیگه آتیش میگیرن، فعال هاشون میگن فعال شدن، بعد یه بعد از یه زمانی یه عدهشون مثلا خاموش میشن، مثلا یه سری زغال هایی که شبیه آتیشی هستن زیر خاکستر، دوباره بادشون میزنن روشن میشن، دوباره فعال میشن، دوباره یه ده همونجوری بعضی هاشون همچون زغال خاموش میده، همینجوری زغال هایی که اصلا یه گوشه. بچه ها اون زغال آتیش گرفته ها، اون زغال هایی که دارن میسوزن، اینا کسایی هستن که رکورد های خودشون رو مدام دارن میزنن و فعالن، مدام دارن رکورد میزنن. کیان؟ کسایی که ثبت کردن رکوردشون رو، فعال میشن، هی من کجا اشکال داشتم اشکالم برطرف بکنم، چطوری اشکالم برطرف کنم، میرم سر کلاس اون تیکه که مشکل داشتم رو برمیدارم میبینم، کتابم رو میخونم، تحلیل میکنم، هی در حال این هستش که کجای کار من مشکل داره من مشکلم برطرف کنم. اون زغاله که انگار که زیر خاکستر مونده، همونی که سر کلاسه، بعضیاشون دیدی سر کلاسی نلن، هی ما بیاییم بادش میزنیم این خاکستر میاد کنار، میره کنار، هی آتیش میگیره، دوباره هی خاکستر میشینه روش، دوباره ما بادش میزنیم هی میره دوباره خاکستر میشینه روش. بابا زود باش آتیش بگیر، یه ذره فعال شو، رکورد خودتو بزن لطفا، جمع کن خودتو، کار داریم خیلی، برو جزو دسته ای آتیش گرفته، برو جزو دسته ای که دارن فعالن، دارن کارشون رو میکنن، ما اینو ازت میخوایم. دل کنی زغال های خاموش خسته یه گوشه نشسته که در نهایت
زمستون میره و روسیاهی به زغال میمونه. خب میریم واسه اسلاید بعدیمون که ده قدم آخر رو داریم واسه رسیدن به رستگاریمون. خوبه؟ چه قدم های قشنگی بهت گفتم؟ خودم که عشق میکنم اصلا با این کلاس، میدونم که شما دقیقا همینی. خب حالا گفتم به چی؟ قدم 21 قرار شد ببینید چی؟ کجای کارت مشکل داره؟ از هر لحاظ تحلیل کرد، اینم نمیبینی تحلیل کردن خودت، آنالیز. تو 20 قدم دهایی رو رفتی، تو قدم 21 میای میبینی که کجای کارت مشکل داره. خب اینو خیلی در نظر داشته باش، 20 قدم رو بررسی کردی، جزوه رو میشه، من رنگیاشو پاک میکنم، جزوه رو میذاریم رو پنل، زحمت. میگم رنگیاشو پاک کنم، جزوه رو بزنم رو پنل که 20 قدم 30 قدم میمونه، شما حتما یک بار دیگه چک بکنین که ببینین کدومش مشکل داره رفعش بکنین. 20 قدم قبلی رو بررسی کردی، تو قدم 21 میگم ببین خب کدومش من مشکل داشتم، یه بررسی داشته باشم رفعشون کنم. تا الان میخوام یه جنبندی داشته باشیم که تا الان چیکار کردیم چیکار نکردیم، یه جنبندی داریم بررسیشون میکنیم، میریم واسه اینکه اینجا کجای کارت مشکل داره. اعصابت به هم میریزه، عصبانی میشی. ببین روبرو شدن و برطرف کردنش میارزه به اینکه از بقیه عقب بیفتی. میدونم ها، ببین واسه منم نوجوان بودم یه نفر بهم میگفتش که مثلا بالشش ابروه بهم بر میخورد، خیلی دو اعصابم بود این قضیه. با چشمان ابروه، کجاش ابروه، نمیبینی پیشونی رو، اینطور گردنم میزدی، سخته. میفهمم اما خیلی روبرو شدن میارزه به اینکه بخوای اینو عقب بیفتی. که حالا البته ما توی یک ماه پایانی هم مشاوره داریم تو کلاس اینو، کسایی که میخوان میتونن با شماره تلفن من بنویسن، یا میتونن دایرکت بدن که بیان برای ثبت نام، یا میتونن با شماره تلفن 021-9180-20 تماس بگیرن برای مشاوره ماه پایانی. حالا برنامه جمع‌بندی و مشاوره انگیزشی داریم، حالا بررسی تمام اینها رو با هم دیگه حالا کمکتون کنم که پیش ببریم. پس 021-9180-20 مشاوره پرناز حیدری و برنامه‌ریزی، یا پیغام بدین اینجا دیگه. پس میدونم سخته ولی برطرف کردنش میارزه واسه اینکه عقب بمونی و تلاشات هدر بره. و مورد 22 که خیلی مسئله مهمیه اینه که به عمومیات یورش ببر. یعنی چی؟ آقا حمله کن به عمومیات. آقا خانم لطفا به عمومیات یورش ببر، حمله کن به عمومیات. یعنی چی؟ یعنی که میای چی کار میکنی؟ یه حمله جانانه و اساسی انجام میدی به عمومی ها. ببین ما یه طرح 21 روزه داشتیم واسه جمع کردن عربی، ببین چی کار میکردیم؟ ترجمه رو جمع میکردیم، قواعد رو جمع میکردیم، تحریف صرفی رو جمع میکردیم، درس مطلب رو جمع میکردیم. خب تو 21 روز ادبیات هم همینطور، مثلا قرابت و آرایه و دستور زبان و املا لغت و برای تاریخ ادبیات، یا مثلا واسه زبان هم همینطور، گرامر و لغت و از اون برم کلوز و ریدینگ و دیدی هم همینطور، دیدی مثلا حالا 10-11 ترکیب و داستانش. ببین بعد 12 حالا مثلا و حالا بعد مثلا بچه های ریاضی، درس ریاضی، بچه درس اقتصاد، مفاهیم و مسائل، حالا هر کدومشون داستانشون فرق میکنه. این بحث یورش، حالا بحث عمومی، میتونه با اگه خوب خوندی با آزمون‌های جامع عمومی باشه که تو هر رشته‌ای که هستی با رشته‌های دیگر هم بزنی، اگه خوب نخوندی با جزوه باشه، جزوه کلاس‌های مختلف باشه، با دیدن آفلاین‌های کلاس مختلفت باشه، بسته‌ای داره که تو خوب خونده باشی یا خوب نخونده باشی. ولی هر چیزی که هست، صبح‌ها یا شب‌ها تو برنامه روتینت
این عمومی ها رو بذار اصل مطلب، حمله کن به عمومی ها. ببین نقطه قوت واقعا این مسئله که هست، نقطه قوت بچه های من همیشه اینه که همیشه ما به عمومی ها حمله میکنیم. حمله یعنی این هر اتفاقی که افتاد این یکی هست، دست به این یکی نمیخوره. باشه؟ حالا و یه مسئله دیگه، کلاس ها تو منابط و آفلاین ها آنلاین ها تو سامان بده. این که میدونین که کابوس شبانه منه، انقدر که زیاده وای این تو رو خدا، کلاس ها تو منابط و آفلاین ها تو آنلاین ها تو اینو سامان بده لطفا عزیزم، خواهش میکنم. این یکی رو اینو مدیریت کن، چون خیلی ممکنه مونده باشه. حالا مخصوصا منابعی که توی ضعف داری، ضعیف هستی، خوب بهش نرسیدی، عقب هستی، اینو باید ببینی. خب یه سری از درسات خیلی از توش مونده، تو رو خدا رو ببین تموم شه، بدبخت اون نکنه اصلا مونده باشه. یعنی یکی از بچه ها میگفت این فلان درس هم مونده، نه دیگه عزیزم کی میخوای بخونی دیگه، تموم شدیم ها، یه ذره میخوای بجنب دیگه عزیزم، اینو تموم کنیم، بیا یک پلنی به چین و یه همتی داشته باش اونو تمومش کن. خب این خواهش میکنم به این نکته، به این نکته بسیار مهم توجه بنما. خب اینو جمعش کن، مخصوصا حالا مثلا این نکته هست که نفهمیدی، خیلی کلاس کمکت میکنه، به شرط اینکه شیوه یادگیری مثلا دیداری شنیداری باشه. مثلا یکی از بچه ها هستش که ما تخیل میذاریم رتبهش رو تا 200، دیدیم که آزمون سنجشش رو اونطوری که میخواستیم پیش نبرد، فهمیدیم که نه این یه ذره نوسان داره. گفتیم اوکی چیکار کنیم کلاس؟ گفت نه کلاس نه، من قول میدم که با کتاب پیش ببرم. گفتیم اوکی کتابتو پیش ببر. یعنی منظورم اینه که اگه شیوه شنیداری نباشه، دیداری نباشه، کلاس به درد نمیخوره. اما اگر شیوه شنیداری دیداریه، حتما کلاس ببین، چون خیلی کمکت میکنه. و از در بیرونت کردن، از پنجره بیا تو. میدونم که شما رو یاد این مسئله میندازه، اما همون، از در رفتی بیرون، از پنجره بیا تو. یعنی چی؟ ببین نشد، یه روشی امتحان کرد نتیجه نگرفتی از مطالعه، یه روش دیگه رو امتحان بکن. نوشتی خلاصه نویسی تو جواب نداد، اوکی فیلم ببین، فیلم جواب نداد خودت رو کتاب بخون، جواب نداد آزمون بزن، تست جواب نداد تشریح کار کن. بابا یه کاری بکن دیگه، چیه اینقدر مثلا خانم حیدری یا مثلا آقای فلانی، خانم فلانی این کار رو کردم نشد، چی کار کردی؟ صرفا یه کار کوچیک. در مورد 24 تمام تلاش من این هست که بفهمی اگر یه کاری کردی نشد، یه کار انجام دادی، فقط یه کار. بابا تمام تلاش تو به کار ببند که بتونی نتیجه مورد نظر رو بگیری، فقط با یه کار که نمیشه که، تلاش کن. نمیدونم میشه گفت نمیشه مثال زد طبیعی که اینقدر پشت کار داره که هر 4 سال تلاش می‌کنه. حالا تلاش کن، حالا که در اینکه کاری کنی نتیجه نداد، تلاش کن، هی مبارزت داشته باش، این چرا که نتیجه میگیری، چرا که نه، تلاش کن نتیجه میگیری. بابا اگه ما نیستیم، هممون، همه آدم ها اگه یه کاری بخوان انجام بدن، هممون، فرقی نمیکنه، همه آدم ها برای کارشون باید پشت کارشون زمان بذارن. ممکنه که یه درو بست، مثلا یه درو وارد شدی، آقا یه درو وارد شدی، می‌بینی که اون دره هر چی در می‌زنی که تو درو باز نمی‌کنه. یه بار در زدی درو باز نکردن، دو بار زدی یه در دیگه وارد شو. چرا این در اصلا کسی خونه نیست؟ برو یه در دیگه. اون در اصلا آیفونش خرابه، زنگش خرابه. برو یه در دیگه. اشکال داره؟ نه. یه راه دیگه انتخاب کن. آدم باش. اینجا. مورده 25 برای 10,000 بار، 100,000 بار تا وقتی کتاب رو خودت نخوندی و حل نکردی هیچی حالیت نمیشه. حالا تو هی بشین فیلم ببین، هیچی حالیت باشی در کلاس برو، هیچی حالیت نمیشه، چون توهم دانایی میگیری. درسنامه بخون، اصلا درسنامه بخون تا زمانی که خودت کتاب رو نخونی. کتاب
تست نزنی، تمرین حل نکنی، خودت مثل آدمیزاد کاراتو پیش نبری، هیچی حالیت نمیشه. بهت قول میدم صفر میزنی. اونهایی که میرن صفر تا 20، اونهایی که میرن سر آزمون دقیقاً این درصد میگه از منفی هم شروع میشه. و این خودشون میخونن میگن خانم حیدری چرا ما نتیجه ای که باید بگیریم را نگرفتیم؟ به این دلیله، به این دلیله. نخوندی، خودت نخوندی، توهم دانایی داری، توهم میزنی. و مسئله بعدی، هدف گذاری های کوچک کوچک همیشه جوابگوی شماست. به جای اینکه لقمه اینقدی برداری، لقمه از دهنت بردار. هدف گذاری کوچیک باشه. رسیدی بهش، بهت چی میده؟ انگیزه. چون موفقیت حاصل میشه. آقا من 20 درصد سری پیش دارم، 25 درصد، 30 درصد هم که میرم جلو. هدف گذاری هم کوچیک باشه، موفقیت دست میاد، موفقیت به انگیزه میاد، چون صبر کردم براش. این میشه یک دور موفقیت آمیز، یک دور بهشتی. به موفقیت میزنه، به حال میده، کلی انرژی به هم میده. پس هدف گذاری ها وقتی کوچیک باشه موفقیت حاصل میشه. موفقیت که حاصل شد به من انگیزه میده، انگیزه باعث میشه که من دوباره حال کنم و برم سراغ هدف گذاری بعدی. اما هدف گذاریم که زیاده، وقتی من صفرم، هدف میذارم که برسم به 100، به این لعنتی نمیرسم. چون نمیرسم مدام افسردم، بدبختم، کسلم، هیچ وقت از جام بلند نمیشم، میرم سراغ کمال طلبی، چون کمال طلبی منفیه، و میرم اهمال کاری انجام میدم. هر کاری که انجام بدم دستبل میکنم. باشه، برو انجام بده، به حرف گوش نده. دوباره یه افسرده بدبخت بیچاره هستی که همم میزن سر. دوست داری همینو؟ دوست داری؟ برو انجام بده. بعد انقدر مارو خسته میکنی، همش تو داری نکه ناله، یا اصلا میبینی به نکه ناله. و خانواده تا هم جوری به جای اینکه از این هر شما سلام علیکم محبوب شما خوب هستی؟ خیلیش میکنم. همش همین جوری خور 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 بس به گوش بده به حرف دیگه حله. بس اگه به حرف گوش بده مطمئن باش که نتیجه خواهی گرفت. شک تو این قضیه نداشته باش. حالا بیا اینجا مسئله بعدی. مسئله بعدی، به خاطر عقاید تعصب پوچ وقت تو هدر نده. این یعنی چی؟ یعنی من اگه 100% نظرم حداقل 4 تا، اصلا دانشگاه تهران منو راه نمیدن. اگه مثلا چه میدونم بابا با درصد مثلا 20% که نمیشه فرهنگیان فلان، اصلا با این درصد ها من اگه شباب بخوام مثلا 7 ساعت بخوابم که کنکور قبول نمیشم. اگه الان بخوام مثلا یه روز درمیون برم دوش بگیرم که همه وقتم هدر میره. اگه الان بخوام خوابم تو کنم، اگه بخوام فلان غذا رو بخوام، اینا همه توهم، تعصب، عقاید مزخرفی هستن که فقط وقت تو رو هدر میدن. چرا؟ چون از یه سری از آدم ها شنیدی که نه سواد درست دارن، نه عقل درست دارن، نه هیچی. تموم شد. یه لحظه بسیده من رو من نمی آب بخورم. پس پچی چون پس بخواه هدر علیکی نده، بیا اینجا و حتما متعهد باش که ارسال گزارش کار تو مورد 28 ارسال گزارش کار داشته باشی. کمکت میکنه که متعهد باشی به کاری که میخوای حتما انجامش بدی. ارسال گزارش کار خیلی خیلی به تعهدت کمک میکنه. و حالا اصلا حتما هم حالا مشاور نداشتی اشکال نداره، به مامانت، به بابات، به دوستت، با همدیگه رقابت میکنه، کمکت میکنه. و یه مورد خیلی مهم، همونطور که ما آشغال نمیخوریم، ما اگه آشغال میخوریم نه میستن سلم سطح آشغال. ببین ما داریم در مورد من و شما صحبت میکنم، حالا جامعه درسته مشکلی داره، حالا الان واردش نمیشیم، ولی همونطور که ما آشغال نمیخوریم، هر فکر آشغالی هم نباید وارد مغزت بشه و مدام تو مغزت بالا پایین بره و تکرار و بست پیدا کنه. نذار همچین اتفاقی بیفته، خواهش میکنم. فکر آشغال، من نمیشه هیچی، هیچی نمیشم، من آدم بدبختی هم، من آدم بیچاره هم، من آدم مفلسی هم، من آدم فلان 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 فلان. پس نذار همچین اتفاقی واسهت بیفته. عرفان خسته شدی یا اساس در کلاسی؟ مشخص حسابی خسته نباشی. خب پس نذار که هر فکر آشغالی وارد مغزت بشه، همونطور که آشغال هم نمیخوری. میای اینجا،
حالا مسئله بعدی یادت باشه که جمله که اول کلاس گفتم مدال رو به اون نمیدن که خوب شروع کرده، مدال رو به کسی میدن که خوب تمومش میکنه. جمله بسیار مهمیه، جمله بسیار مهمیه، خیلی جمله مهمیه، خیلی زیاد باید حتما مد نظر داشته باشی. و همه اینا رو گفتم یاد باشه مهم اینه که باور کنی که تهش خوب پیش میره. ولی اگه باور نداشته باشی که تهش خوب پیش میره، با یه جمله حالا مثلا که چی، همه چیزایی که ما گفتیم رو میریزی پایین و تمام میکن. خیلی حرف عجیب و غریب و مهمیه. یعنی من این وقت خیلی چون خودم بهش رسیدم و خودمون داری انجامش میدیم، اگه تو باور نداشته باشی که تهش خوب میشه، من هزاری هم بیام صحبت کنم بعد میشه شبیه همون زغالایی که یه گوشه تنم بار شدن و غیر فعالن، تمام حرفایی که میزنیم به یه کچی ختم میشه. خانم ایداری کچی، حالا خود رو من میکشی کچی هستم، کنکور بدیم که چی بشه، دانشگاه قبول بشیم که چی بشه، فلان بشه که چی بشه، پس چی خودتو میکشی کچی و تمامه حرف ها میریزه پایین. و یه مسئله که اشاره کردم، حواست به سبک زندگیت باشه رفیق جان، خیلی مسئله مهمیه. سبک زندگی همون خوابه، همون تغذیته، همون دوش گرفتنته، همون با اول جمله هایی که گفته بودم گوشیته، نوع رفتار کردن. سبک زندگی اگه کنکوری نباشه هیچ نتیجه‌ای برای تو در بعد نخواهد داشت اصلا. یعنی سبک زندگی اگه درست نباشه، مسلماً نتیجه که باید بگیریم رو خب نمیگیریم. پس این قضیه خیلی مهمه که حواست به سبک زندگی باید باش. خب حواست خیلی خیلی به سبک زندگیت باشه که این اگه درست بشه در همه حال کمکت میکنه و اگه درست نشه در هیچ حالی مسلماً موفق هم نمیشه، چون همیشه داره غر میزنه. و این ستا مهمم که من یک بار دیگه برای توضیح بدم، اینا به همدیگه ارتباط دارن، این ارتباطشون نباید قطع بشه. اینا کشیدم که ارتباطشون ببینی، ببین ما الان با هم حرف زدیم شو شوری همون زغاله که آتیش گرفته. خب پس یعنی انگیزه داری، انگیزه انجام میدی کارو، داده کارو انجام میدی، موفقیت حاصل میشه. کار اگه درست انجام میدی، کار درست موفقیت حاصل میشه. موفقیت بعد برش دوباره صبر میکنی، خب که کار بعدی رو داره انجام، دوباره کار میکنی با صبر، دوباره موفقیت حاصل میشه، دوباره انگیزه میگیری. اینو همینچه کار وسط اینا هستش. خب این چرخه بسیار مهمه، ولی کار اگه درست نباشه این چرخه هم درست نمیشه. پس انگیزه، موفقیت و صبر به همدیگه ارتباط دارن. یعنی اگه موفقیت نباشه انگیزه هم نیست، اگه صبری هم نباشه موفقیتی هم نیست، اگه موفقیت نباشه انگیزه و صبری هم نیست. اینها همشون به همدیگه به شدت ارتباط دارن، خیلی زیاد هم به همدیگه ارتباط دارن، خیلی خیلی زیاد. یا خیلی حواست به این مسئله باید جمع باشه. خب این رعایت بکن. و در نهایت مرسی که گوش دادین. اگه سوالی هست یا تو چت لحظه باز میکنین، اگه سوالی هست بفرمایید بپرسین و بازم برای مشاوره میتونین پیغام بدین به دایرکت من و که مشاور پرناز هیداری. شماره تماس کلاسینا هم یه باری اینستان 021-9100-80-20. خواهش میکنم اگه سوالی بود میتونی بپرسی. خواهش میکنم، خوشحالم که استفاده کردیم، بسیار هم عالی. کلاس هم یک ساعت و نیمه نبود بله 1401 من کنکوریار دارم. بله 1401 کنکوریار داریم و خواهش میکنم. خوشحالم که استفاده کردیم. خواهش میکنم. سلامت باشیم. 0319-180-20. آقا راست میکنم.
مرسی از توجهت. صفر 21 9100 8020. خوشحالم که آروم میشین. هزینه یک ماه رو میتونین از همینجا تماس بگیریم بپرسین که چقدره. میتونین بپرسین. بچه ها سوال بپرسین یا تشکر کنین. خوشحالم که استفاده کردین. و اگه درس رو نخونده باشین به 30% میتونین برسیم. کدوم درس رو؟ سوال خیلی عجیبیه. جامعه را دهم شروع کنین. مصدر و اینکه خفن بود خدا شد خواهش بکنم خواهش بکنم و اینکه یه سال ها آزمون چیز میدین آزمون مدرسه برتر کافی نیست نه آزمون مدرسه برتر اصلا کافی نیست چون سوال چیز بود و اینکه عادت هم صبح شد هستم که این باید خیلی خب بیم کارتون شب خوبی داشته باشین هم تشکره مرسی خدا رو شکر که استفاده کردین واسه افتخار منه و اینکه خوشحالم که شما رو تو این کلاس داشتم و اینکه بله و موفق و مؤید باشین شبتون بخیر خدافظ خدافظ بهتون